اما این که زندگی بهتر فرزند کمتر این حرفا، الان یک مشکلی که ما تو جامعه داریم اینه که سنی های در مرزهای ایران، تمام شهرهای سنی نشین دارن جایزه میگیرن از سعودی و پاکستان و پول براشون میاد که زن بگیرن، دوقلو دوقلو بزن، که آمار سنی ها تو این مملکت از شیعه ها بزنه بالا و اینجا شیعه بره یکی یکی لوله ببنده که بچه دار نشه. اگه قراره مملکت ایران جمعیتش بالا نره، تو این قصه باید مسئولین ما نامردی نکنن به حق علی ابن ابی طالب، مرد باشن جلو سنی ها رو هم توی این مملکت بگیرن. اگه راست میگن و خیلی دلسوز این مملکتن، اگه مردن بیان جمعیت اول انقلاب رو تا این ساعت رو در ممالک و شهرهای سنی نشین اعلام بکنن و بگن تو این چند سال چند برابر شدن، اگه راست میگن. و چقدر شیعه رولولش رو بس و خودش رو عقیم کرد که از یه بچه دوتا بچه بیشتر نداشته باشه. اینطوری نیست که شیعه بیاد جلو خودش رو بگیره سنی 10 تا بچه داشته باشه، یعنی خونش که واز بشه یه لوده بیچه میروزه بیرون قد و نیم قد. خب بله، به اونا هم بگید آقا ما به سومی اولادتون شناسنامه نمیدیم، حق رأی هم نداریم، ولی این که بدانی تا 5 سال دیگه اینطور که داره این مملکت جلو میره و این اتحادی که بین سنی ها هست و این اختلافی که بین شیعه ها هست متاسفانه و این بازی هایی که ما سر هم دیگه داریم، تو رئیس جمهوریش رأی خواهن آورد، تو رأی جمع کردن تو انتخابات مجلسش همینطور، و این که برای که بدانی دنبال درس و بحث دارن میرن، دکتر مهندس دارن، ولی ما شیعه ها چی؟ الان در سیستان و بلوچستان تمام قاچاقچی ها سنی هن، تمام معتاد ها شیعه هن. بری بپرسیم سنی هاش هم اینجا دارن درس میخونن و قاچاقچیگری میکنن و تریاک و هیروین و شیشه و کراک دارن پخش میکنن، یه جوری دیگه دارن شیعه رو از بین میبرن. آ شیعه احمق نمیخواد بیدار بشه، آ شیعه احمق نمیخواد چشش رو باز کنه که اگه ما رو با گوله بکشن بعد اینه که بچه‌مون بشه هروئینی. و هر جا آدم میزنه میگن خلاف وحدت صحبت نکنی، یه دیگه چکار داره به وحدت؟ به وحدت وحدت میکنی، شما به وحدت رو تو سر من نمیخواد بزنی، من تو بهتر میفهمم وحدت یعنی چه. امروز اینجوریه، من 50% این قصه فرزند کمتر زندگی بهتر رو قبول دارم، 50% به شرطی که برای همه باشه، برای همه. بیا برو ببین شهرهایی که سنی 30% بوده شیعه 70%، الان شده سنی 80% شیعه شده 20%. بپرسید، من پرسیدم که میگم. پس یه قانون وضع کنید، بسم الله، شناسنامه ندید، بیمشون نکنید. وقتی یک سنی رو دیدید با کمال احترام با او برخورد بکنید، با کمال ادب و احترام. چرا؟ چون او طرفدار عمر است، تو طرفدار علی هستی، شما باید فرهنگ علوی رو نشون او بدی. عمر خادم بوده، ایرانی‌ها رو عمر مسلمون کرده، ما حق نداریم.